مدیتیشن و مراقبه با خدای درون. ارتباط با خدا، این خدای دانای درون، تو را نجات می بخشد. نجات از زندگی یعنی به آرامش رسیدن، لذت بردن از لحظه ی حال. این همان ارتباط با خداوند است، ارتباط با خداوند درون. اکنون که مشتاق به انجام این مدیتیشن هستی، خود را در جای آرام قرار بده. می توانی در حالت دراز کشیده این مدیتیشن را انجام دهی و یا در حالت نشسته. هر طور که به تو احساس بهتری می بخشد این کار را انجام بده. اگر در حالت دراز کشیده هستی، دستانت را در کنار بدنت قرار بده. سرت را کاملا در راستای ستون فقراتت قرار بده. پاهای دراز کشیده با پنجه‌هایی به سمت بیرون افتاده. اگر در حالت نشسته هستی، دستانت را روی زانوانت، پاهایت را می توانی یا دراز کنی یا اگر روی صندلی هستی آنها را خم نگه داری. کمرت را در موقعیتی کاملا آرام و آسوده قرار بده. سر صاف و نگاه به سمت جلو باشد. اگر مشکل خاصی در بدنتان دارید، شما می توانید آن عضو از بدن را کاملا آسوده قرار دهید. حتما نباید در حالت دراز کشیده یا نشسته این کار را انجام دهید. هر طور که دوست دارید و هر طور که باعث رضایت خاطر شماست این کار را انجام دهید. مهم این است که ذهن شما کاملا آرام باشد. اکنون چشمانت را ببند. نفس عمیقی بکش و این نفس طولانی را از دهان تا به شکم خود احساس کن. دم و بازدم. کاملا آسوده باش. تو در محضر خداوند هستی. اجازه بده تمام سلول‌های بدن تو کاملا آرام بگیرند. این لحظه می تواند برای تو
لحظه شفا باشد. هر شفایی که عمیقاً برای جسم و روحت نیاز داری می توانی امروز از خداوند طلب کنی. خود را در محضر او احساس کن. آرامش درونی ما زمانی پدیدار می شود که خیال خاطر داشته باشیم. ما می توانیم نگرانی های ما را به خدا بسپاریم. تا خدا هست چرا ما نگران امور زندگی باشیم؟ خداوند دانای کل است و بهترین زمان را می داند. او می داند که چه چیزی چه وقت و کجا انجام گیرد و توسط چه کسی. نفس عمیقی بکش و این احساس اعتمادی که به خداوند داری را در محضر او ابراز کن. اکنون نرم نرمک تمام جان تو آرام می گیرد. جسم تو آرام است. ذهن تو آرام است. افکار تو آرامند. خود را در دستان خداوند پیدا کن. خود را در یک هارمونی با خداوند احساس کن.
دقت کن که خداوند چگونه به تو نظر افکنده است. نگاه کن که خداوند چگونه تو را از موهبت‌های خوب خیش برخوردار می‌سازد. نگاه کن که خداوند از قدرتش به تو می بخشد و تو را توانمند می سازد. خداوند حواسش به ما هست، پس تا می توانی با او حرف بزن که نجات بخش همگی ما خداوند است. اکنون می خواهم همون گونه که آرامش خود را حفظ می کنی با خداوند وارد گفتگو شوی. می خواهم با خداوند در مورد موضوعی صحبت کنی که فکرت را درگیر کرده است، فکری که مدت ها تو را پریشان نگه داشته است. می خواهم امروز حرفهای دلت را با خداوند بزنی. خداوند آماده است تا حرفهای تو را همکنون بشنود. پس به خود و به خداوند اعتماد کن و حرفهای دلت را با خداوند بزن. اکنون بعد از یک درد دل عاشقانه با خداوند می توانی تک تک آن امور را به دستان خداوند بسپاری. نگران مسئله ای نباش، کاملا آرام بگیر و به خداوند درونت اعتماد کن.
اکنون رنگین کمانی را روی سر خود احساس کن، رنگین کمانی که هر رنگ آن نشان از نعمت‌های بیشمار در زندگی توست. از تو می‌خواهم که به نشانه هر کدام از این رنگ‌ها نعمتی در زندگیت را برشمری و برای آن سپاسگزار خداوند باشی. حال می‌توانی شروع کنی. با رنگ قرمز شروع کن. چه نعمتی در زندگیت را با قرمز نشان می‌کنی؟ اکنون برای داشتن این نعمت‌های قرمز زندگیت خداوند را سپاسگزاری کن. چه نعمتی در زندگیت را با رنگ نارنجی در زندگیت نشانه می‌کنی؟ اکنون برای داشتن این نعمت‌های نارنجی زندگیت خداوند را سپاسگزاری کن. چه نعمت و نعمت‌هایی در زندگیت را با رنگ زرد نشان می‌کنی؟ اکنون برای داشتن این نعمت‌های زرد از خداوند سپاسگزاری کن. چه نعمت‌هایی در زندگیت را با رنگ سبز نشان می‌کنی؟ اکنون برای داشتن این نعمت‌های سبز در زندگیت از خداوند سپاسگزاری کن. چه نعمت‌هایی در زندگیت را با رنگ آبی نشان می‌کنی؟ اکنون برای داشتن این نعمت‌های آبی رنگ از خداوند سپاسگزاری کن. چه نعمت‌هایی در زندگیت را با رنگ نیلی نشان می‌کنی؟ اکنون برای داشتن نعمت‌های نیلی زندگیت خداوند را سپاسگزاری کن. چه نعمت‌هایی در زندگیت را با رنگ بنفش نشان می‌کنی؟ همکنون برای داشتن نعمت‌های بنفش زندگیت خداوند را سپاسگزاری کن.
مینالیزا این همراه مدیتیشن همیشگی شما میخواهد که شما رنگ‌های هفت رنگ رنگین کمان را با نعمت‌های زندگیتان درآمیزید. در این قدرتی نهفته است که با رنگ‌ها نعمت‌ها را به خاطر می‌آورید. این گونه همیشه می‌توانید خداوند را سپاسگزاری کنید. اعتماد به خدا ما را رها می سازد. اعتماد به خدا ما را از نگرانی های روزمره فارغ می کند. پس به خدا اعتماد کن و امور زندگی را به او بسپار تا زندگی مسیر عالی خود را به سمت سعادت و کمال با سرعت و اطمینان بیشتری تی کند. نفس عمیقی بکشید و خود را همچنان در حضور خداوند احساس کنید. چنان با خضوع در پیشگاه خداوند بزرگ حاضر شوید که او را برازنده است. میدانم و میدانی که خداوند در تمام لحظات ما حضور دارد و هر لحظه با ما در ارتباط است. پس برای خدای درونت وقت بگذار و با او صادقانه حرف بزن. او را صادقانه بشناس. با او عشق بازی کن. با خدا زندگی کن. در نهایت خواهی دید که تمام زندگیت به سمت بهتر شدن پیش می رود. اکنون زمان آن رسیده است که این ملاقات را به پایان برسانیم. یک نفس عمیق و یک بازدم عمیق. تو کاملا آسوده و در آرامش هستی. خداوند را به قلبت راه داده ای و به او راه یافته ای. خدا اکنون دوست صمیمی توست. خدا اکنون
یار شفیق توست، هرگز او را فراموش مکن. هر وقت که بخواهی او برای تو آنجاست، کافی است که خود را در محضر او بیابی. نفس عمیقی بکش و جسم و جانت را از انرژی مثبت کیهانی لبریز ساز. تو کاملا آرام هستی، تو کاملا آزاد هستی. اکنون خود را در آغوش خداوند احساس کن. خداوند را احساس کن. چشمانت رو باز کن، بدنت رو کمی تکان بده. به لحظه اکنون خوش آمدی. دوستتون دارم.